سرخط مهمترین های امروز. پیام ایدی یا هشدار از هراس افغانی. رئیس جمهور غنی عاملان حمله به مسجد نبوی را واجب القتل می داند. هر کس که در مقابل این نور استاد می شه باغیز جانیز واجب القتل است. آغاز اید با شور و هیجان در کشور، اما اید باشنده های سرپل با حمله انتحاری آغاز شد. حمایتگر دیروز منتقد امروز. عطا محمد نور حکومت وحدت ملی را غیرقانونی می داند. و اعلام حمایت باراک اوباما از هیلاری کلینتون. به نام خدا، سلام بر شما و مهمترین ها در نیمه روز از یک خوش آمدید. مرا به اسارات عید سعید فطر را به نمایندگی از همکاران به همه مبارک باد میگم. در یک حمله انتحاری در ولسوالی سنگچارک ولایت سرپل 4 تن کشته شدند. ظاهر وحدت والی سرپل میگوید ساعت 10 صبح امروز یک انتحار کننده خودش را در مقابل موتر حامل یکی از فرماندهان جهادی انفجار داده که در نتیجه 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. موتر حامل حاجی رحیم یکی از فرماندهان جهادی میداند و میگوید در این حمله به حاجی رحیم آسیبی نرسیده، اما دو پسر و 2 تن دیگر از نزدیکان و در این رویداد کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. شهروندان افغانستان نخستین روز اید را با خوشی و شادمانی آغاز کردند. شهروندان کشور روزهای اید را فرصت برای همزیستی و همدیگر پذیری می دانند و از همه می خواهند در برابر دهشت افغانی بسیج شوند. در این حال شهروندان کشور از تدابیر امنیتی در روزهای اید ابراز خرسندی می کنند و از طالبان می خواهند تا از جنگ و نبرد دست کشیده و بروند صلح بپیوندند. پیام اید و پیام اسلام در چنین روزی بسیار پرفیض که روز عید است، روز خوشی هست، پیام صلح است، پیام وحدت است، پیام یک پارچگی است. پس ما مسلمان ها باید سوالتر از همه کوشش کنیم که از طریق اخلاق خود مسلمان ها را به دین بیاری. این کارهایی که میگنن، این کارهای خراب را که انجام میدن، این در اسلام این جایگاهی نداره. من چه مونگ دی کوچنی اختر منزو کرده دا دی افغانستان دی صلح په خاطر هم مونږه په دې کې دعا وکړل چې افغانستان کې باید صلح راشي، نور د جنگ نه مونږ ستړي یو. رئیس جمهور غنی سازمان دهندگان حمله انتحاری بر مسجد نبوی را یاغی و باغی و واجب القتل می داند. آقای غنی پس از ادای نماز عید در کاخ ریاست جمهوری گفت که طالبان و سایر گروه های تروریستی به تلاش های صلح پاسخ رد دادند، اما نیروهای امنیتی افغانستان آماده دفاع از کشورند و در برابر حراس افغانان به پیروزی دست خواهند یافت. از سوی هم رئیس جمهور تاکید دارد که نیروهای دولتی و اپوزیسیون سیاسی حکومت باید بر محور منافع ملی کشور متحد شوند و مخالفت با دولت نباید به معنای ریشه‌کن کردن حکومت تعبیر شود. حتی از انجام شنیترین عمل در ساحه حرم مقدس پیامبر بزرگوارمان دریغ نکردند. وقتی که یثرب مدینه شد، دنیا روشن شد و نور اسلام تمام دنیا را در بر گرفت. هر کس که در مقابل این نور استاد میشه باغیز جانیز واجب القتل است. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ حکومت وحدت ملی را غیر قانونی می داند و می گوید اتحاد و هماهنگی در این حکومت وجود ندارد و هیچ یک از بندهای تفاهم نامه میان دو تیم عملی نشده است. آقای نور به رهبران حکومت هشدار می دهد اگر راهکارهای مناسب را برای از میان برداشتن چالش های موجود در کشور روی دست نگیرند به خشم مردم روبرو خواهند شد. وی همچنان تاکید دارد که ریشه هراس افغانی در بیرون از افغانستان است و باشندگان کشور باید در برابر این پدیده با هم متحد شوند. امروز حکومت ما به سه پایه استوار است، هر سه پایه غیرقانونی است، توافقی است و طبق لزومدی این حکومت پیش میره و در راه روان است. از حکومت باید ببینیم ما بخواهیم که
برنامه کارال شو باشند و این ملت از این مصیبت و منجلاب و حالت مخمسه نجات بود. دیدبان حقوق بشر در دامه به ناتو خواستار حفاظت بیشتر از غیر نظامیان در افغانستان شده است. در آستانه برگزاری نشست وارسا در مورد افغانستان، دیدبان حقوق بشر در این نامه از کشورهای عضو ناتو خواست است تا اقدامات و گامهای جدی به منظور حفاظت از جان غیر نظامیان در افغانستان بردارند. براد آدامز رئیس بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر گفته است ناتو باید فشار بیشتری به حکومت افغانستان وارد سازد تا سوی استفاده ها از مدارس، حمله به مراکز بهداشتی و استخدام کودکان از سوی نیروهای امنیتی به شمول ارتش این کشور محدود شود. و افزوده است نشست وارسا یک فرصت مناسب برای ناتو است تا تعهدات و نقش قویتری را به منظور کاهش تلفات غیر نظامیان ایفا کند. از اثر انفجار بمب کنار جاده در ولایت غزنی 4 کودک کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در ولسوالی دهیک و در منطقه بشیر قلعه رخ داده است. کریم الله امیری مدیر اداری ولسوالی دهیک گفته است این انفجار در حال رخ داده است که این اطفال قصد داشتند ماین را از کنار جاده دور کنند و در جریان انتقال آن ماین منفجر شده است. با گفته وی وضعیت زخمی های این رویداد وخیم به نظر می رسد. دولت ایران بار دیگر بر حمایتش از حکومت وحدت ملی تاکید کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در گفتگوی تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر تداوم حمایتش از افغانستان خبر داده است. وی گفته است ایران خواهان یک افغانستان امن و باثبات و با یک امنیت کامل است و آرزوی شکوفایی اقتصادی این کشور را نیز دارد. وی همچنان گفته است گروه‌های هراس‌افغان نه تنها تهدید برای افغانستان بلکه تهدید برای تمام منطقه است. حسن روحانی علاوه کرده است ایران با فعال کردن کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور خواهان گسترش روابط اقتصادی میان کابل و تهران است. پاکستان از افغانستان خواسته است یک فرصت دیگر برای رسیدگی به مسائل جنجالی میان دو کشور داده شود. سناتوران آمریکایی در دیدار با رئیس جمهور غنی گفتند که رهبران ملکی و نظامی پاکستان تغییر دیدگاه جامعه جهانی درباره خودشان را احساس میکنند و میخواهند که یک فرصت دیگر داده شود تا تلاش‌های تازه برای حل چالش‌های موجود صورت گیرد. رئیس جمهور غنی گفته است روابط افغانستان با پاکستان باید منجر به پایان خشونت‌ها و قطع حمله‌های شبکه حقانی شود که تا هنوز پاکستان در این راستا گام‌های عملی نبرداشته است. بشیر احمد قاسانی با جزئیات بیشتر. جان مکین و لینزی گراهام سناتوران قدرتمند جمهوری خواه آمریکا روز گذشته در دیدار با رئیس جمهور غنی گفتند که رهبران پاکستان خواهان یک فرصت دیگر برای حل چالش‌ها میان کابل و اسلام آباد هستند. سناتوران آمریکایی تاکید کردند که افغانستان گام‌های عملی را به هدف پایان خشونت‌ها برداشته اگر از پاکستان نیز خواستند که بیشتر از گذشته اقدامات عملی انجام دهد. اما بی باوری ها هنوز در کابل پا بر جاست. آگاهان در کابل باور ندارند که پاکستان در کار مبارزه با رأس‌افغانی صادقانه عمل کند. پاکستان بارها امتحان داد و امتحانش ناکام بود. به باور من فرصت دادن به پاکستان بازم فرصت مساعد کردن است تا مردم به خاک و خون بنشینند. اگر آمریکا باورش ای است که پاکستان قرار است پالیسیش در قبال افغانستان تغییر میکنه و تغییر کنه، باید از امکانات دیپلماتیک و امکانات مالی که در قبال پاکستان استفاده میکنه فشار بیاره به پاکستان، فشار وارد کنه تا پالیسی ها و راهکارها و راهبردهای کلان پاکستان در قبال افغانستان متحول شود. اما رئیس جمهور غنی گفته است که روابط کابل و اسلام آباد باید به عنوان دو دولت پایه گذاشته شود، ولی با وجود تلاش های زیاد برای استنم جواری و احترام متقابل هنوز هم شبکه اقوانی به کشتار افغان ها از خاک پاکستان می پردازد. رئیس جمهور غنی گفته است که همکاری صادقانه نیاز به اقدامات عملی دارد و باید این اقدامات سبب کاهش خشونت شود و پاکستان در برابر شبکه اقوانی که تمام حمله های را افغانان را سازماندهی می کند اقدام کند. مبنای رابط ما با هر کشور منافع ملی افغانستان است و چگونگی همکاری های صادقانه نیاز به اقدامات عملی دارد تا منجر به کاهش خشونت در افغانستان شود. روابط میان کابل و اسلام آباد پس از آن به تیرگی گرایید که پاکستان بر بنیاد فیصله های نشست 4 جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در کار و گفتگوهای صلح با طالبان همکاری نکرد و در ضمن به شدت تراس افغانی را در افغانستان تقویت و تشخیص کرد.
تمایل آمریکا برای تجهیز ارتش افغانستان در نبرد با حراس افغانی اثرگذار است. وزارت دفاع ملی میگوید که ارتش صدها بسته نظامی و به ویژه تانک های زرهی را از سوی آمریکا دریافت میکند، اما رویترز گزارش کرده است که آمریکا در تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان به میل است و نگاشته است که ایالات متحده آمریکا به دلایل بودجوی 300 تانک را که پیشتر به افغانستان تعهد سپرده بود از آن صرف نظر کرده و تانک های با ارزش پایین را جایگزین آن کرده است. اماد روستایی گزارش می‌دهد. ارتش افغانستان قرار بود 300 تانک زرهی را از آمریکا به دست آورد، اما با تازگی خبرگزاری رویترز گزارش داده که آمریکا تصمیم دارد به جای این تانک ها وسایط پایین‌تری از آن در اختیار ارتش افغانستان قرار دهد. دلیل این تغییر کمک آمریکا هم مشکلات بودجوی گفته شده است. ارزیابی ها همین هست که باید عینیات حربی و لوجستیکی که نیازمند است نیروی افغان با نظرداشت تشخیصی که شده، تحقیقاتی که صورت گرفته، باید اینا اکمال شوند و یک کار مثبت است. اما وزارت دفاع آمریکا میگوید که این کشور بر ادامه همکاری های نظامی خود به ارتش افغانستان متحد است و قرار است 1600 وسیله نقلیه زرهی را جایگزین تجهیزات کهنه ارتش افغانستان کند. این شماره وسیله نقلیه زرهی به ارتش افغانستان قدرت تحرک و عملکرد بیشتر را می‌دهد و می‌تواند مؤثریت بهتر در میدان‌های نبرد داشته باشند و پیاده نظام را کمک بهتر کند. ارتش آمریکا برای حمایت دوامدار و درازمدت مالی و نظامی از نیروهای امنیتی افغانستان متحد است و این همکاری‌ها را ادامه می‌دهد. وزارت دفاع ملی ادامه همکاری‌های مالی و نظامی آمریکا را برای مقابله با حراس افغانی در کشور اثرگذار می‌داند و تأکید دارد که این کشور باید ارتش افغانستان را در بخش‌های هوایی، کشفی انجینری و توپچی کمک بیشتر کند. نودیجی مینو پایل شود تر اوسا پوری دی اوشپاکس و وسو نا زیاد زری وسایل وسایی تا افغانستان تر اغیلی دی و منگه کلی اردوگانو تا هر اورز دا پروسا جریان لری و منگه ورطا کلی اردوگانو تا اکمالو. هر اورز منگه یو قطار یو کلی اردو تا روان دی او پا غیر زری وسایت او غیر زری وسایت پا که شامل دی او اغا کلی اردوگان تا ورکو. ایالات متحده آمریکا سال 2002 بدین سو بیش از 680 میلیارد دلار را برای تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی کشور اختصاص داده است. در سال 2013 600 وسیله نقلیه زرهی به ارتش افغانستان کمک شد که از آنان هم اکنون در نبردها و در بسیاری از مناطق خطرناک جنگی استفاده می شود. حراس افغانی مرز نمی شناسد و حتی دامنگیر حامیانش هم خواهد شد. شمار از آگاهان در واکنش به حمله های انتحاری پیاپی در عربستان سعودی می گویند کشورهای همچون پاکستان و عربستان که طالبان و دیگر گروه های حراس افغان را پشتیبانی می کنند اکنون باید خود غرامت این کارشان را بپردازند. در تازه ترین مورد شام دوشنبه یک مهاجم انتحاری مواد همراهش را در نزدیکی مسجد نبوی در شهر مدینه انفجار داد. عربستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان بودند که امارت طالبان را بر رسمیت شناختند. باورهای وجود دارند که همکنون دولت عربستان و یا هم مراجع غیر رسمی در این کشور گروه های حراس افغان همچون طالبان و داعش را در کشورهای افغانستان، سوریه و یمن پشتیبانی می کنند. با این هم اما این کشور در روزهای پسین خود گواهی حمله های انتحاری و انفجاری پیاپی بوده است. حمله کننده انتحاری دوشنبه شب هنگام افطار خودش را در نزدیک مسجد النبی در شهر مدینه منفجر کرد و 4 مامور امنیتی عربستان را کشت و 5 تن دیگر را زخمی کرد. پیشتر از آن هم 2 انفجار در شهر طائف و شهر جده در نزدیک کنسولگری آمریکا صورت گرفتند. پیام این حمله ها اما چی بوده می توانند؟ تروریسم مرز نمیشناسه و هیچ نوع حامی و حمایتگرش نمیتونه مسئول باشه. متاسفانه کسانی که در طول سالهای گذشته به صورت بسیار متداول و متداوم این پدیده شوم حمایت کردن امروز باید غرامت بسیار بزرگی برش بپردازن. جالبتر از همه این که پلیس عربستان سعودی تایید کرده که حمله کننده انتحاری بر کنسولگری آمریکا در جده عبدالله گلزار شهروند پاکستان بوده است. پاکستان باید تجزیه شوه از بین بره. این دانه سرطان است، این مرکز تروریسم است. مگر کس قبول نکرد. بالاخره دامنگیری خود. آلی باید عربستان سعودی بفهمه که چیزی که افغان ها گفته و برش پیشنهاد کرده پاکستان حامی تروریسم شناخته شوه. همین تروریسم دامن امریکا رو هم گرفت، دامن فرانسه رو هم گرفت، همین کسایی که خودشان به وجود آورده بود.
شما بدانید که از سالهای سال در حدود 40,000، 50,000 و بعضا 90,000 مدرسه تندره و افراطی اسلامی در پاکستان گفته می شد که وجود دارد. ولی هیچ کس به این توجه نمی کرد که یک روز این مشکل ساز برای عالم اسلام و برای غرب و به تمام دنیا می شد. عربستان سعودی نه تنها که حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، بل به فرماندهان و جنگجویان این گروه در سعودی نیز سرپناه و خانه فراهم کرد. همین اکنون گزارش های زیاد وجود دارند که بسیاری سران طالبان در کشورهای خلیج آزادانه گشت و گذار کرده و حتی به کار تجارت و بازرگانی می پردازند. برخی از وابستگان قربانیان رویداد خونین پنجشنبه در یک گرد همایی از حکومت می خواهند افراد را که در انتقال این سربازان کوتاهی کردند باید هرچه زودتر مجازات کند. اینان همچنان تاکید دارند که حکومت باید نتایج بررسی های کمیسیون موظف شده در پیوند به این رویداد را اعلام کند. در همین حال برخی فعالان جامعه مدنی هشدار می دهند اگر تا دو روز دیگر حکومت به این خواسته ها پاسخ قانع کننده ندهد، آنان دست به راهپیمایی های گسترده خواهند زد. محمد وزیر رسولی با جزئیات بیشتر. باید بکوشیش نمونی امروز ما چی کنیم؟ درد از دست دادن برادر شاید گلویش را می فشارد تا این گونه در فراقش عشق بریزد، فریاد زند و از حکومت انتقاد کند. ما خواستیم از وطن دفاع کنیم، شش بدنه ما در پلیس رفتم، شش بدنه بازیم دولت می خواهد دفاع کنه. اما تو هست تو دکتر عبدالله بسیار نامرد است، این اولاداش تو میکشن، اولاداش تو چرا دفاع نمیکنی؟ اما این یکی باشنده ولایت پروان است. در رویداد روز پنجشنبه بر دانش آموزان تازه فارغ پلیس از مرکز آموزشی میدان وردک یک برادرش جان باخته و دو تن دیگرش همراهی بیمارستان شده است. سر دوم برادرمشان به همراه بچه خسرکلان ما است شهید شده بودند. دو برادر ما جور مانده زخمیستان. دیگه خواستم از وزیر صاحب داخله نمیز که روز دیگه هم برای ما اطمینان داد، قماندان اکادمی، نوکریوال قراول، هر کی کی است و پجه قانون بسپاردش. برخی از فعالان جامعه مدنی و استادان دانشگاه هم هشدار میدهند اگر به خواسته هایشان که همان و مجازات افراد سهلنگار و روشن شدن زوایای پنهانی این رویداد است حکومت پاسخ مثبت ندهد، دست به راهپیمایی های گسترده خواهند زد. ما تا زمانی که خواسته های ما پذیرفته نشه، ضرب الاجل ما 3 روز است. اگر تا 3 روز صدای ما شنیده نشد، ما در درب ورودی سفارت آمریکا خیمه میزنیم و اعتراض خود را از همانجا آغاز میکنیم. اگر رسیدگی به خواسته های ما نشه، امروز ما این خیمه را به توافق نیروهای امنیتی داخل پارک ایجاد کردیم، ولی ما روز بعدی خود در سرک برآمدیم و تا اینکه تا داخل ارگ برسیم. رویدادی که در آن 33 سرباز پلیس جان باخت و دست کم 80 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت داخله دو کمیسیون را برای بررسی این حمله گماشت و در مورد تازه به دستور رئیس جمهور غنی وظایف 10 تن از مقام‌های بلند رتبه پلیس در پیوند با چگونگی این رویداد را به حالت تعلیق درآورد. حال باید انتظار کشید که بررسی های کمیسیون ها به کجا می انجامد یا هم همانند کمیسیون های دیگر بدون دستاورد به کارش پایان خواهد داد و حقیقت همچنان پنهان ماند. حکومت افغانستان در حال به نشست وارسا می رود که به یکی از بزرگترین تعهداتش که آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی است عمل نکرده است. شماره از نهادهای نظار انتخاباتی می گویند حکومت وحدت ملی اراده برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی نداشته و این کار بر کمک های جهان بر افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت. همزمان شماره از فعالان جامعه مدنی تاکید دارند که برخی اقدام های هم که از سوی حکومت انجام شده بیشتر نمادین و به هدف فریب دادن جامعه جهانی بوده است. نرگس هورخش گزارش می‌دهد. نشست وارسا و تعهداتی که اجرایی نشدند. حکومت افغانستان در بدل حمایت‌های جامعه جهانی باید به تعهداتش هم عمل کند. مبارزه با فساد اداری، حکومتداری خوب و آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از کلیدی‌ترین تعهدات است که حکومت افغانستان با جامعه جهانی بسته است. آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی یکی از جدیترین بند توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی است که تاکنون حکومت نتوانسته از آن عمل کند. باور نهادهای ناظر انتخاباتی هم بر این است که حکومت وحدت ملی اراده برای آوردن اصلاحات نداشته و این تعلل سبب می شود در حمایت های جامعه جهانی تأثیر منفی
بگذارد. ممکن جامعه جهانی در این عرصه همو فضای بیتمادیشان بیشتر شکل بگیره و عدم قناعتشان از بابت ناوردن اصلاحات انتخاباتی باعث شود که تا سطح بس حکومتهای زیاد متاثر شد. زیاد مطمئن نیستیم که حکومت افغانستان بتونه خوب پاسخگو قرار بگیره در مقابل جامعه جهانی در نشست وارسا، اما مصلحتی که ممکن ازش استفاده کنند خود جامعه جهانی با درک از وضعیت حاکم و ناامنی که در افغانستان هست که دوباره همکاری ها تمدید شد. همزمان در کنار اصلاحات انتخاباتی گفته های وجود دارند که حکومت در دیگر بخش ها هم نتوانسته تعهدهایش را به گونه درست عملی کند. هرچند حکومت میگوید اقدام های زیاد انجام داده است، اما این کارها هم نمایشی و فریب دهنده خوانده می شوند. رهبرای حکومت کوچکترین وقت به خواست های مردم و به خواست های جامعه جهانی تا به حال نگذاشته و حرکات نمایشی را در آستانه شکلگیری کنفرانس ها از خود نشان می ده که بتونه یک فرصت گزارش دهی را بر جامعه بین المللی مساعد بسازه. ریاست جمهوری حاضر نیست تا درباره این که حکومت نتوانسته به یکی از تعهدهای کلانش به جهان عمل کند چیزی بگوید. اما مشاور شورای امنیت ملی دیروز ابراز امیدواری کرد که تأخیر به میان آمده بر سر اصلاحات انتخاباتی در ماه‌های آینده جبران شود. بدن یک کودک افغان تبار در اتریش به گونه شگفت‌انگیز مغناطیسی است. از این کودک 8 ساله عکس‌ها و ویدیوهای زیاده در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده و گفته می‌شود چهارمین انسان است که بدنش چنین خاصیت دارد. پدر این کودک می‌گوید روند زندگی پسرش عادی است و خاصیت مغناطیسی هیچ مشکلی را برایش پیش نکرده است. طارق ساقه با جزئیات بیشتر. کودک مغناطیسی جواد، پسر 8 ساله‌ای که بدنش هر گونه فلزی را به خود جذب می‌کند. او و خانواده‌اش از این خاصیت بدنش یک ماه پیش خبر شدند. خبری که حتی پزشکان اروپایی را به حیرت آورده است. و طفل‌ها را گرفته بردم پیش دکتر که تا دکتر در مورد اینا چی میگه. اون دکتر را که رفتیم، دکتر اونا هم ایران ماندن. نرسا هم که موبایل خود کشیدن گفت ما سابق شنیده بودیم، دیده نبودیم. پدر جواد در مورد توانایی های پسرش چنین میگوید. در مکتب اول نمره است، در صنف خود حتی حس ششمش بعض اوقات کار میکنه، یعنی یک گپی که میزنه فردا یا پس فردا یا چند مدت بعد همون گپ حقیقت میباشه. مادرش و ما هم برش ایران میمانیم. حالا جواد از خاصیت بدنش در بازی های کودکانه در میان رفیقانش استفاده میکند، اما دوست دارد در آینده پلیس شود و در خدمت مردم باشد. زوارم پلیس رم او زوارم اینکی اندکی در خلق و سکومک وکم. گفته می شود که جواد چهارمین انسان است که در دنیا چنین خاصیتی دارد. هرچند پدر این کودک می گوید که 3 پسر دارد و هر 3 پسرش همین خاصیت را دارد. گزارش از طارق ساقب بود که با هم دیدیم و حال هم رویدادهای خارجی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا حمایت قاطعش را از هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا در یک کمپاین انتخاباتی در ایالت کارولینای شمالی گفت هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مورد تایید و حمایت قاطعانه وی قرار خواهد داشت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با اشتراک در کمپاین انتخاباتی هیلاری کلینتون از رای دهندگان آمریکایی خواست تا وزیر خارجه پیشین آمریکا را حمایت و به خاطر موفقیت وی در کاخ سفید به وی رای دهند. اوباما با ستایش از شخصیت هیلاری کلینتون به پیشینه سیاسی و طولانی مدت وی به ویژه نبرد سخت میان آنها برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات 2008 و تصمیم خود برای انتصاب کلینتون به مقام وزیر خارجه آمریکا اشاره کرد. امروز من اینجا هستم چون به هیلاری کلینتون باور دارم. از شما میخواهم که وی را به عنوان رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا انتخاب نمایید. هیچ مرد و زن مناسب تر از وی برای احراز پست ریاست جمهوری آمریکا نیست. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها نیز گفته است از اینکه مورد حمایت رئیس جمهور اوباما قرار دارد خرسند است و از رای دهندگان آمریکایی خواسته است برای فردای بهتر آمریکا به وی رای دهند. احساس افتخار می کنم چون مورد حمایت رئیس جمهور قرار دارم. از اینکه زمان وزیر خارجه کابینه او بودم بر خود می بالم. از اینکه در حالات خوب و بد به عنوان یک رفیق در کنار او بودم نیز خرسندم. امروز ما اینجا هستیم چون تاریخ آمریکا با مبارزه سخت و پیشرفت گره خورده است.
هیلاری کلینتون ماها منتظر دریافت این تأیید و حمایت قاطعانه اوباما در جریان رقابت های مقدماتی خود بود و امیدوار است که بتواند با استفاده از محبوبیت اوباما به ویژه در میان هواداران حزب دموکرات ها برای جمع آوری آرا در انتخابات سراسری ماه نوامبر سرمایه گذاری کند. مقام های بلندپایه دینی عربستان سعودی سه حمله انتحاری روز دوشنبه در این کشور از جمله انفجار بمب در نزدیکی مسجد نبوی دومین مکان مقدس در جهان اسلام را محکوم کرده است. افزون بر این ایران، حزب الله لبنان و گروه طالبان افغانستان نیز حمله به مدینه را تقبیه کردند. این در حال است که در حمله انتحاری در نزدیکی مسجد نبوی 4 مامور پلیس کشته شدند. وزارت داخلی عربستان مهاجم را شهروند پاکستانی به نام عبدالله گلزارخان معرفی کرد. گروه طالبان افغانستان هم حمله بر مسجد نبوی را محکوم کرده و گفتند امارت اسلامی طالبان از این عمل نفرت انگیز تکان خورده و آن را با قوی ترین عبارات محکوم می کند و آن را عمل خصمانه بر ضد آیین اسلامی می داند. کده سموه ان استقرار المملکه هذا المنطلق فإننا نرى ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرا رسیدن عید سعید فطر را به مسلمانان جهان و مسلمانان روسیه تبریک گفت. رئیس جمهور روسیه گفته است درک متقابل جامعه از جوامع قومی و دینی ما را کمک می‌کند که در صلح و آرامش و همکاری با هم زندگی کنیم. وی علاوه کرده است مسلمانان روسیه بر اساس سنت‌های مذهبی، تاریخی و فرهنگی صدها سال است که این جشن را برگزار می‌کنند و در این روز به دیدار دوستان و بستگان خود می‌روند و به طور خلاصه در این ماه معنوی به نیازمندان کمک میکنند. ولادیمیر پوتین در ادامه بر اهمیت مشارکت جامعه مسلمانان در توسعه گفتگوهای مذهبی و قومی میان این کشورها تاکید کرده است. از همراهیتان و مهمترین ها سپاسگزارم. وقت خوش، خدا نگهدار.